سلام دوستان، امیدوارم که حال تک تکتون خوب خوب باشه. امروز تو این برنامه میخوام براتون حلیم سفید درست کنم، حلیمی که میدونم خیلی هاتون دوست دارین ولی ممکنه درست کردنش براتون مشکل باشه. حالا اینجا با هم درست میکنیم. گندمایی که از شب قبل خیس کردیم و میریزیم تو آبکش، یکم هم آب روش میگیریم تا زردی گندم از بین بره. بعد گندم رو میریزیم توی قابلمه و حدود 7-8 برابر گندم آب میریزیم توی قابلمه برای پختنش. ببینید، البته اینجا من گندمم زیاده، نظری داشتم، حدود 1250 گرم گندمه که دارم میپزم. خب مقدارش زیاده، میذاریم که جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد زیرش رو کم میکنیم و میذاریم 3-4 ساعت تقریبا تا پخته بشه. البته اول کار یادتون باشه که اصلا به هیچ وجه قابلمه رو هم نزنید، چون باعث میشه که تمام گندم تخریب بشه. گندم یا جو رو برای هر غذایی که میخواین بپزین همین کار رو بکنید، چند ساعت اول رو اصلا به هیچ وجه هم نزنید، این باعث میشه که ته نگیره. خب میتونید گوشت یا مرغ، هرچی که خودتون دوست دارید رو به حلیمتون اضافه کنید. البته خیلی ها گوشت یا مرغ رو همون اول به حلیم اضافه میکنن، به گندم اضافه میکنن و میذارن پخته بشه، ولی من راستش اینطوری طعمش رو دوست ندارم. دلم میخواد که جدا بپزم و ریش ریش کنم و بعدم به حلیمم اضافه کنم. مرغم رو قشنگ سرخ کردم و فقط با یکم نمک و یکم آب جوش گذاشتم که پخته بشه. بعد از 3-4 ساعت حلیم ما، گندم ما این مقدار پخته شده. ببینید، من تازه الان میخوام قابلمه‌مو هم بزنم. از جلو نشون میدم بهتون، ببینید که بعد از 3-4 ساعت که گذشته به هیچ وجه تهدیگ نبسته. ولی اگر از همون اول ما هم زده بودیم گندمو، الان نصفش تهدیگ شده بود. اینو تو دوستای قبلم گفتم. خب حالا زیرش رو کم میکنیم و از این به بعد که هم زدیم دیگه مجبوریم گهگاهی هم بزنیم تا کمتر ته بگیره. یه چند ساعتی که گذشت، حدود 5-6 ساعت، میریزیم تو آبکش فلزی تا یکم خنک بشه. لعاب گندم و جدا توی قابلمه میره. گندممونم که سرد شد میریزیم تو هر وسیله‌ای که داریم، اونو خوب لهش میکنیم. حتی میتونید توی مخلوط کنم بریزید و خوب لهش کنید. به قدر اینو هم بزنید، حالا یا با گوشکوب برقی یا همزن یا حالا هرچی، اونو به قدری هم بزنید ببینید که خوب کش میاد گندم، خوب له له شده. گندمایی که له کردیم به آب گندم اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم که یک دست بشه. از این به بعد با حرارت خیلی کم شعله پخش کنید، بذارید زیر قابلمتون و بذارید با حرارت خیلی کم دم بکشه. مرغ یا گوشتی که ریش کردید بهش اضافه کنید، نمک اضافه کنید، حتما حتما نمک بریزید. فکر نکنید این با شکر خورده میشه نمک احتیاج نداره، نه، باید حتما نمک داشته باشه. روغن هم بهش اضافه کنید و دم کنی بذارید، اجازه بدید که حداقل 2 ساعت دم بکشه. میتونید از روغن و کره استفاده کنید، یا روغن فقط یا فقط کره، هر جوری که خودتون مایلید، خیلی تفاوتی نداره. من از روغن با کره با هم استفاده کردم. اندازه ها رو تو کپشن براتون مینویسم، اندازه آب، روغن، حالا گندم، این اندازه ها رو براتون مینویسم. میذاریم 2 ساعت خوب دم بکشه. امیدوارم که یکی دو بار درست کنید. مطمئن باشید که تجربه به دستتون میاد و خیلی راحت خودتون این حلیم خوشمزه رو هر موقعی که دلتون خواست میتونید درست کنید، نوش جانتون کنید. خب حلیم خوشمزه ما آماده شد. ببینید، حلیمی که خونه درست میکنیم یکم رنگش تیره تر از حلیمای بیرونه. معمولا حلیمای بیرون رو بهش آرد اضافه میکنن. اینه که وقتی میخورید حس میکنید ترش میکنید. این حلیم با گندم خالص درست شده، آرد بهش اضافه نشده، به خاطر اینه که رنگش یکم تیره تره. خیلی هم خوشمزه تره. البته با روغن، دارچین و شکر و کنجد روش رو تزیین کنید و کنار عزیزانتون نوش جانتون کنید. امیدوارم که مثل همیشه همراه من باشید و منو حمایت کنید.
خوشحال میشم که نظرتون رو برام بنویسید و اگه سوالی دارید بتونم جوابتون رو بدم. ممنون که اون زنگوله رو میزنید و مهمون همیشگی برنامه من هستید. امیدوارم که کنار عزیزانتون شاد شاد باشید. تا یه برنامه دیگه و یه تجربه و یه غذای دیگه، خدا نگهدارتون باشه.